سلام، من محمد رضا راکی هستم. افتخار اینو دارم اشرفی هستم. اخیرا متوجه شدیم که رژیم تعدادی رو تحت نام خانواده به درب ورودی اشرف آورده. متاسفانه باید بگم که یکی از اونها برادر من هست. البته باید بگم که بود، ما در همین رابطه با یونامی ملاقاتی داشتیم و بر مواضع خودمون تاکید کردیم که مطلقا حاضر به دیدار نیستیم، چه در داخل اشرف چه در بیرون اشرف. ما مرز داریم با هر اون کسی که با این رژیم همکاری میکنه، هر کسی که باشه برای ما فرق نمیکنه. کسی که دستش به خون جوانای مملکت ما آغشته باشه، ما با اونا مرز داریم. واقعیت اینه که خانواده ما کسانی هستن که امروزه در تهران، در خیابانهای تهران، در دیگر شهرها بر علیه این رژیم ایستادن و با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه در مقابل این رژیم میستن، شکنجه میشن، اعدام میشن. اونا خانواده های ما هستن که به اونا افتخار میکنیم. خانواده هایی که خودشون میخواستن آزادانه وارد اشرف بشن، امروزه رژیم جلوی اونها رو گرفته، اونها رو به بند کشیده، حکم محارب به اونا داده، شکنجهشون میکنه، اعدامشون میکنه، زندان میکنه. این رژیمی که داره سوء استفاده میکنه از خانواده و میخواد خط ولایت فقیهشو پیش ببره، در صورتی که در اشرف همیشه باز بوده. اما این رژیمی که خودش مانع میشه و توطئه های کثیف و تحت بهانه های خانواده به پیش میبره. واقعیت اینه که رژیم و ایادیش که یک و نیم سال ما رو تحت محاصره قرار دادن، نمیگذارن کوچکترین مایحتاج ما وارد اشرف بشه، از سوخ، دارو و و که خودتون بهتر میدونید. یک خبرنگار آزاد نمیذارن وارد اشرف بشه. چرا؟ چون توطئه‌های کثیف اینا رو برملا میکنه، افشا میکنه. یک کدوم از وکلای ما رو نمیذارن وارد اشرف بشه. چرا؟ یک کدوم از پارلمانترها رو نمیذارن وارد اشرف بشه. چرا؟ واقعیت اینه که رژیم در مقابل پایداری اشرفی‌ها کم آورده، در مقابل مجاهدین کم آورده، در مقابل قیام مردم کم آورده، در مقابل اعتراضات مردم کم آورده. مطمئن باشید رژیم هر توطئه دیگه هم که بکنه، نه تنها اراده ما قوی تر میشه، بلکه خود چهار دست پا در باطلاق سرنگونی فرو خواهد رفت. در آخر میخواستم از این فرصت استفاده کنم و به دوستانمون در کشورهای خارج سلام برسونم، به خصوص آقای آلخو ویدال، لورد کوربت، آقای استیونسون و دیگر دوستانی که صدای من رو میشنون. تشکر میکنم از زحماتشون، از حمایت‌هایی که برای اشرف انجام میدن. امیدوارم که به زودی بتونیم شما رو در اشرف و یا در تهران ببینیم. با تشکر از همه شما. I would like to take this opportunity to convey my best greetings to friends of Ashraf around the world, including Mr. Alkho and Lord Corbett, Mr. Stevenson, and other friends of Ashraf who are hearing me. Thank you for all your standing by Ashraf. من خرم رمضانی هستم. بیش از دو ده است که در اشرف ساکن هستم. از روزی که به اشرف اومدم به اسم آزادی، با نام آزادی، برای آزادی مردم ایران بودم و هستم و خواهم بود و اشرفی هستم. اخیراً یه سری خانواده رو به اسم خانواده، وزارت بدنام اطلاعات و نیروهای تروریستی قدس با همکاری و همدستی کمیته سرکوب اشرف در وزارت نخست وزیری عراق به درب ورودی اشرف آوردن. کار اینا اینه که از ساعتی که از ماشین پیاده شدن، فوش و ناسزا گفتن به اشرفیان و ساکنین اشرف است، از جمله خود من. کار اینه شده که شعار دادن به نفع رژیم و چیزی که در لیاقت خود رژیم است به اشرفیان میگه. از اونجایی که اینا همه شناخته شده هستن و
میخواستم بگم که اخیرا ما یه ملاقاتی داشتیم با نماینده یونانی در اشرف و یه عده آمریکایی هم بودن و علت ملاقات نکردن با اینا رو برای اونا تشریح کردیم. گفتیم که اینا تحت پوش خانواده توسط وزارت بدنامه اطلاعات رژیم و نیروهای تروریستی قدس و با همکاری کمیته سرکوب اشرف به اینجا آورده شدن برای پیش بردن خط ولی فقیه رژیم. اینا کسایی هستن که همین کمیته سرکوب اشرف در 6 و 7 مرداد با همون همکاری وزارت اطلاعات به اشرف حمله کردن. 11 شهید دادیم، بیش از 1000 مجروح و مصدوم دادیم که یکی از مصدومی هم خودم بودم. شهدای ما شهدای مردم ایران در راستای آزادی مردم ایران است، چیز مقدسی که من به نام اون اومدم و دارم به نام اون ادامه میدم با مردممون. و این نابرادری واقعا که دست در دست وزارت اطلاعات اومده علیه ما پرخاشگری میکنه، ما اونو باش ملاقات نمی کنیم. پارسال بود چند خانواده از داخل اومده بودن و از خارج که اشرفیان رو ببینن. همین فرمانده گردانی که قرار بود حفاظت اشرف رو بگیره و امروز در خدمت وزارت اطلاعات و تمام سلسله مراتبش رو بسیج کرده که خدمت کنن به اونا، این نذاشت یک کدوم از اونا وارد اشرف بشه. اونا دم در دست سرمای شدید موندن، مریض شدن، ولی اجازه ورود به اشرفشون داده نشد. ولی امروز با تمام سلسله مراتبش دارن خدمات این را میدن که توسط اطلاعات رژیم و نیروهای تروریستی قدس و کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری عراق هدایت میشن. ما هیچ وقت اینا رو قبول نمی کنیم و نخواهیم هم قبول کرد و اینا از ما نیستن. من ایرج رمضانی هستم. همینطور که خورم الان توضیحاتی دادن در رابطه با این موضوع خودفروختهی که جلوی درب اشرف اومده و شروع به ناسزاگویی و فحاشی کرده در رابطه با ما اشرفیان و مسئولین ما در اینجا، من خودم این رابطه رو و یا این دیدار رو یک رابطه یا دیدار خانوادگی نمیدونم، بلکه به وضوح برای خودم خیلی روشنه که توطئه وزارت اطلاعات و ایادی ولایت فقیه در عراق به عنوان بخشی از ماموریتشون در اینجاست که دارن این خط رو پیش میبرن که بخوان سرکوب اشرف رو هرچی بیشتر و فشار مضاعفی به روی اون بیارن. اگر بحث خانواده است، به چه دلیل آقای علی صارمی رو در سیاه‌چالای زندان رژیم نگه داشتن و حکم اعدام برایش صادر کردن؟ پس خیلی مشخصه که این رابطه یا دیدارا نمیتونه یک رابطه خانوادگی و معمولی باشه، بلکه توطئه بیش نیست. در پایان میخواستم چند جمله هم به دوستان عراقیمون که در این مدت در این سالهای اخیر واقعا از حق نگذره، خیلی تلاش کردن وطن پرستای عرب و عراقی که با نامه نوشتن و در روزنامه ها چاپ کردن، در سایت ها آوردن و ابراز همدردی کردن با ما، تشکر کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تحیاتنا و اشواقنا حار لجميع اخواننا و اخواتنا في كل ارجاء المأمورة و خاصة عراقيين الشرفاء الذي بذلتم لمساعداتكم ولدعماتكم للسكان الأشرف وخاصة
الشيوخ والشخصيات والأكاديميين والجامعين والوطنيين الشرفاء وأيضا طيارات والأحزاب والجبهات الوطنية ولجهودهم وصمودهم لمساعداتهم ودعماتهم للسكان الأشرف. ونشكركم جميعا وأخواننا وأخواتنا يسلمون يخصونكم بالسلام حارة، وشكرا جزيلا من متابعتكم.